این تو منسه جای یاد منه. نامش نیکبخت است، اما 25 سال زندگیش را با بدبختی که کمتر انسان ها در این دنیا تجربه کردند سپری کرده است. نیکبخت که 25 سال عمر خود را در زندان خانگی برادرش سپری کرده است، اکنون در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در مراقبت های ویژه قرار دارد. پزشکان این شفاخانه میگویند که وضعیت صحی نیکبخت نسبت به روزهای نخست در حال بهبود است. روز اول که آورده بود ترس راز داشتد، گپ نمیزد، همون تو چوب بود. حال نسبت اونها گپ میزنن، یکان صحبت ها میکنن، اشاره دست داره، دستای خود حرکت میتن، دیگه خوب استن از روز اول که. اینجا اتاقی است که نیکبخت 25 سال عمرش را سپری کرده است. زندگی کردن در این اتاق که اکنون کمی روشن شده است برای یک انسان ناممکن به نظر می رسد، اما نیکبخت 25 سال عمرش را بدون روشنایی در اینجا گذرانده است. ما توسط مشتکای کوچک اینجا رفت آمد میکردم، توسط نمیه خبر شدیم که اینجا یک نفر از بندی است. از سوی هم غلام سخی برادر نیکبخت که در حالت توقیف به سر میبرد، از عمل کردش در برابر خواهرش ابراز پشیمانی میکند. ما در مدت 25 سال میشد که همشیرم دمو خانه بود، دیگه ما از کرده که نظافتش نگرفتم پشیمان است. همزمان با این مسئولان حوزه دهم شهر کابل میگوید که علت زندانی شدن نیکبخت مشکلات خانوادگی بوده است. چلور کال دا وعده سوی و یو میرده تا خواهن تا نویده بچه نکدل دی نشتون دی بچه نو لواجه دا طلاق سولا بلاخره خپل کور تراغل او بیا خپل کور که دی ورندار لخوا یا دی ورور لخوا دی سردیر ظلم که دی بلاخره سدا و سدا دا بنخونی تو رو چول سوا. نقض حقوق زنان در افغانستان از بحث هایی به شمار می رود که همواره در این کشور به گونه های مختلف رخ داده است، اما درک خشونت و مصیبت هایی را که نیکبخت تجربه کرده است دل هر انسان را به لرزه می آورد.